بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مجددا تبریک عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران و از خداوند متعال برای همه اونها سال پربرکت و نیک فرجامی رو مسئلت میکنم. وارد سال 1400 شدیم. با نگاه عرفی وقتی نگاه میکنیم این ورود در قرن جدید محسوب میشود، ولو به لحاظ دقت محاسباتی اینجور نباشه، اما عرفاً میگن وارد قرن جدید شدیم. یک مقایسه کوچک و پرمعنا با هنگام ورود کشور در قرن قبلی، یعنی 1300 اگر بخواهیم بکنیم، در 1300 آغاز دیکتاتوری وابسته رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیسی با به وسیله و به دست رضاخان بود و در واقع حکمرانی وابسته و دیکتاتوری و در حقیقت انگلیسی در کشور بود. این ورود در 1300 بود. امسال ورود در 1400 سال انتخابات است، یعنی حکمرانی مبتنی بر استقلال، بر آراء مردم، بر اتکای به نفس و اعتماد به نفس ملی. ما این ورود امسالمون در این قرن یه تفاوت به این مهمی با ورود در سال 1300 و ورود در قرن 14 بوده است. امیدواریم انشاءالله خداوند همه امور ما رو با همین نسبت به سمت جلو و به سمت پیشرفت هدایت بفرماید. چند مطلب رو آماده کردم که عرض بکنم. یکی راجع به همین شعاری است که امسال مطرح شد، که در واقع این هم شعار تولید است، منتها با تکیه بر پشتیبانی هایی که باید انجام بگیره، حمایت هایی که باید بشه و مانع هایی که بایستی برطرف بشه. بعد مسئله انتخابات رو هم مطرح میکنم، چند نکته در باب انتخابات عرض میکنم. یک مطلب کوتاهی هم در باب سیاست خارجی و مسائل این روزها و مسئله برجام به عرض ملت عزیزمون خواهم رسوند. در سال 99، همونطور که در پیام نوروزی عرض کردیم، اونجوری که هدف بود و جهش تولید نامگذاری شده بود به صورت کامل صورت نگرفت، ولیکن از حق و انصاف نباید گذشت در بخش‌های مهمی تولید پیشرفت پیدا کرد. در بعضی از موارد جهش هم میتوان به اون اطلاق کرد و در بعضی از موارد هم اگر ولو جهش تولید نیست، پیشرفت تولید قطعا هست. یک فهرست نسبتاً طولانی از کالاهایی که در اونها افزایش تولید داشتیم در اختیار من قرار گرفته که البته من اون فهرست رو به تمامه نمیخونم. عمدتاً لوازم خانگی که رشد زیادی کرد، لاستیک خودرو، آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد و امثال اینها کالاهایی است که در سال 99 واقعا پیشرفت کرد و رشد کرد. همین بایستی
ادامه پیدا کنه. این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته بشود. حالا در مورد موانع تولید من دو سه مورد رو به عنوان مثال، شاید قبلا هم در پیام گفتم، حالا هم عرض میکنم. مثلا فرض کنید واردات بی رویه و بی مورد یا قاچاق کالا یا مقررات زائد و غیر لازم و دست و پاگیر یا کمک نکردن بانک ها و نظام بانکی به تولید، اینا مواردی است. لکن موانع تولید اینها فقط نیست. گزارشی به من دادن که در اون گزارش موانع تولید رو به تفصیل بیان کردند. به نظر من خوب است که این چنین گزارشی به مردم داده بشود. در صدا و سیما وسیله کسانی که آگاه هستند با این مسائل بدانند بعضی از این موانع تولید برداشتنش بر عهده خود مردمه، بعضی برداشتنش به عهده دستگاه‌های دولتی یا به کلی دستگاه‌های حکومتی است، چه قوه مجریه و چه سایر قوا. به هر حال موانع تولید زیاد هست، اینها باید از سر راه برداشته بشه. و یکی هم حمایت هاست، مثل مشوق‌های قانونی یا کمک کردن به وارداتی که تولید متوقف به اونهاست. بعضی از موارد تولید ما احتیاج به مواد اولیه دارد که از خارج باید بیاد، یا مثلا برخی از ماشین آلات و امثال اینا. اینا بایستی کمک بشه و تسهیل بشه. این بالا یک کمک عمده برای تولید این است که قدرت خرید مردم بالا بره، ولی اگر تولید شد و تقاضای مردمی وجود نداشت، تولید شکست میخوره. قدرت خرید مردم که این مسئله ارزش پول ملی است و این یه نکته بسیار مهمی است که در جای خود بایستی علفاً درباره او بحث کنند. یا مثلا کمک به قطع دست واسطه ها. واسطه ها قیمت ها رو بالا میبرن، تولید کننده هم صدمه میبینه، مصرف کننده هم صدمه میبینه، هر دو صدمه میبینن. اگر دست واسطه های بی مورد قطع بشود، کمک زیادی به تولید خواهد شد و امثال اینها که قطعا اگر این کار در امسال که سال 1400 است با جدیت دنبال بشود، یقینا تحولی در امر اقتصاد به وجود خواهد آمد. و البته شرایط دیگری هم هست که باعث رعایت بشه، مثل مبارزه با فساد. مبارزه با فساد خیلی مسئله مهمی است که بایستی کانال‌های فساد و مجاری فساد بسته بشود، که این در واقع به معنای اصلاح کردن نظام بانکی و اصلاح کردن گمرک و امثال ایناست که بایستی راه فساد به کلی بسته بشه. اون چه که من در اینجا لازم میدونم به ملت عزیزمون عرض بکنم این است که خب به خاطر نابسامانی هایی که در وضع اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد، بعضی ها فرصت پیدا میکنن برای منفی بافی و آیه یأس خوندن که آقا هیچ فایده ای نداره، کاری نمیشه کرد. بعضی اینجورن، چه در فضای مجازی چه در برخی از مطبوعات ما و عمدتا متاسفانه در تبلیغات خارجی، که چون مشکلاتی بالفعل در پیش روی مردم هست، این رو وسیله قرار میدن برای اینکه به کلی راه رو بن‌بست نشان بدن، بگن آقا کاری نمیشه کرد. نه خیر، من درد میکنم به هیچ وجه اینجور نیست. ما اقتصادمون با ظرفیت ها و قابلیت هایی که در داخل دارد یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه میتوانه باشه و میتوانه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا حتی باشه. ما ظرفیت های زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم. استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداره. اینا کارهایی است که میتوانن مسئولان، مدیران زیربط با اهتمام، با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانن این مسائل رو حل کنند.
شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشه، مدیریت ضد فساد بر کشور حاکم باشه و یه برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشه. اگر باشه از این ظرفیت هایی که هست میتوان استفاده کرد. همین حالا به نظر کارشناسان بانک جهانی، که این دیگه حرف ما نیست، حرف اقتصاددانان معروف و در واقع درجه یک دنیاست که در بانک جهانی کارشناس بانک جهانی هستن، اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 همه. یعنی از 200 کشور کشور دنیا ما 18 همین اقتصاد هستیم که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره. اونها میگن اگر ظرفیت‌های استفاده نشده، که حالا اشاره میکنم بعضی از اون ظرفیت‌ها، اگر از این ظرفیت‌ها استفاده بشود اقتصاد ایران 6 رتبه بالاتر میاد و به رتبه 12 میرسه. این خیلی چیز مهمی است. با 80 و چند میلیون جمعیت، با وجود این همه مشکلاتی که دیگران بر ما تحمیل میکنن، تحریم و امثال اینا، کشور به حمدالله زنده است، سر پاس، 18 اقتصاد برتر دنیاست. این چیز کمی نیست، اینو بایستی توجه داشت. حالا اما ظرفیت هایی که در این گزارش بانک جهانی وجود دارد، اونی که اینها میگن این ظرفیت ها اینهاست. دو نوع ظرفیت، یکی ظرفیت های سرزمینی است، یکی ظرفیت های انسانی است. ظرفیت های سرزمینی، وسعت کشور، دسترسی کشور به آبهای آزاد، ما همسایه دریای عمان و اقیانوس هند هستیم و دسترسی داریم به آبهای آزاد. تعداد همسایگان، 14-15 کشور همسایه ما هستند با بیش از حدود 600 میلیون جمعیت، خیلی فرصت مهمی است، ظرفیت مهمی است. مسیر ترانزیت و حمل و نقل شرق و غرب و شمال و جنوب، که اینا رو این کشور ما الان موقعیتش چنین موقعیتی است، این ظرفیتی است. از این ظرفیت ها البته بله دشمن ها فعالیت میکنن که نگذارن از این ظرفیت ها استفاده بشود کرد، اما میشه با فعالیت های خوب، با تلاش مضاعف میتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد. این ظرفیت های سرزمینی است. ظرفیت های نیروی انسانی عبارت است از جمعیت در سن کار. ببینید به برکت ازدیاد نسلی که در سال 60 اتفاق افتاد، که یه عده‌ای داد و فریادشون بلند بود که چرا داریم بیرویه نسل رو زیاد میکنیم، امروز اونها جوانهایی هستن که وارد بازار کار شدن. یعنی کشور جوان است، نیروی کار فراوانی وجود داره که میتوانن وارد بازار کار بشن. فعال کنیم و بتوانیم نیروی در سن کار دارای تحصیلات، چقدر با این گستره عجیب تحصیلات دانشگاهی ما، با این همه دانشجویی که ما داشتیم و فارغ التحصیلی که داشتیم، موجب شده است که عمده نسل جوان ما فارغ التحصیل و تحصیل کرده و باسواد و توانای کار باشه. علاوه بر اینها، این حالا اینایی بود که در گزارش بانک جهانی هست. اما غیر از اینها ظرفیت های مهم دیگری وجود داره که من بعضی اشاره میکنم. یکیش ظرفیت بازار داخلی است. یعنی یک بازار 80 میلیونی در اختیار تولید کننده ایرانی است. یعنی هر تولید کننده خودش مصرف کننده هم هست. مجموعاً یه بازار 80 میلیونی یک کشور بزرگ در اختیار تولید کننده ایرانی است و این خودش فرصت مهمی است. یک ظرفیت مهم دیگر سرمایه های طبیعی است، که امروز ما از این سرمایه های طبیعی، از بعضی، از همه نه، استفاده می کنیم، ولی خب به صورت خام، خیلی از اینها به صورت خام، مثل نفت، مثل گاز، که اینها به صورت خام داره مصرف میشه، در حالی که از اینها میشود استفاده های برتر کرد، ارزش افزوده ایجاد کرد به وسیله اینها. یا زمین های کشاورزی، یا مراتع، یا جنگل ها، اینها ثروت های عظیمی است که در اختیار
ملت ایران است. در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت و گاز، مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال اینها، ما در اینها در دنیا رتبه های بالا داریم، از رتبه اول و دوم گرفته تا رتبه نهم ما این منابع عظیم طبیعی داریم. خب این ظرفیت بسیار مهمی است. علاوه بر اینها زیرساخت های مهمی که در این 30 سال به وجود آمده که اینا در کشور نبود، سدها، نیروگاه ها، عرض کنم که مسیرهای حمل و نقل ریلی، مسیرهای حمل و نقل جاده‌ای و امثال اینها که فراوان زیرساخت‌های زیادی به وجود آمده. خب یک کشوری با این خصوصیات، با این همه ظرفیت میتوانه اگر یه برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد، یه مدیریت قوی هم بالا سرش باشه، که این مدیریت البته که باید هم توانه که من حالا بعد در مسئله انتخابات اشاره خواهم کرد، باید قوی و قادر بر حل مسائل باشد، مردمی باید باشد، ضد فساد باید باشد. یه چیز میتوانه این کشور به یک کشور پیشرفته اقتصادی تبدیل بشه و هیچ گونه ابزار تحریم دیگه در او اثر نکنه. نه اینکه تحریم ها برداشته بشه، میخواد برداشته بشه، میخواد نشه. وقتی که یک اقتصاد شکوفای پیشرونده ای وجود داشت، دیگران احساس احتیاج میکنن، اصلا تحریم معنا پیدا نمیکنه. این میتوانه این نکته. یک نکته دیگری که در باب اقتصاد کشور خوب عرض بکنیم این است که رفع مشکلات احتیاج به همراهی مردم دارد، همدلی مردم. هر کاری که مردم وارد شدند قطعا گشایش در او به وجود میاد. تا حالا هم اینجور بوده در همه اموری که مردم توانستن وارد بشن، این در اون کار گشایش به وجود آمده. من میخوام عرض بکنم در مسئله سرمایه گذاری و سرمایه گذاری برای تولید، خود مردم میتوانن نقش ایفا کنن، چه اونایی که سرمایه دارند و این سرمایه رو در راه مثلا بعضی از داد و ستد ها و سوداگری های بیمورد مصرف میکنن، میتوانن اینها رو در راه تولید مصرف کنن، چه کسانی که میخواند کمک کنن به دیگران، مثل این کمک مؤمنانه ای که برای قضیه کرونا انجام گرفت که همه مردم وارد شدن. در قضیه تولید میتوانن کسانی که توانایی دارن یک نفر، دو نفر، 10 نفر رو براشون اشتغال ایجاد کنن و کمک کنن به اشتغال اونها. البته این سازماندهی مردمی لازم دارد. خیلی ها هستن میخوان کمک کنن، نمیدونن چجور باید کمک کنن، که باید خیریه های مردمی، نهادهای انقلابی، امنای مساجد، مساجدی که فعالن تو این زمینه، مثل بعضی جاهای دیگه بازی اینها رو برنامه ریزی کنن. هر کسی بدانه که با یک سرمایه کم چطور میشود به تولید کشور کمک کرد. یعنی همه خیال نکنه که بایستی میلیاردی سرمایه داشته باشن تا بتوانن در تولید وارد بشن. نه، با سرمایه های کم هم گاهی میتوان به تولید کشور کمک کرد. گاهی یک خانواده روستایی رو مثلا فرض کنید با چند رأس دام میشه زنده کرد، احیا کرد، خودکفا کرد. یک خانواده شهری رو مثلا فرض کنید با یک دستگاه بافندگی یا خیاطی یا امثال اینها میتوان اصلا خودکفا کرد. از این کارها فراوان میتوان کرد که هم کمک به مردم و مبارزه با فقر است و هم کمک به تولید. خب به این مناسبت راجع به تحریم چند جمله من عرض بکنم. البته بعدا برمیگردم باز یه مقداری دیگر توضیح خواهم داد. اینجا به مناسبت مسئله اقتصاد عرض میکنم که اولا محاصره اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد، علیه بعضی از کشورهای دیگه هم انجام میده، این یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست. به مسئله تحریم به شکل یک کار سیاسی، دیپلماسی فلان نباید نگاه کرد. این واقعا جنایت. اینی که یک ملتی رو تحریم کنند که دارو نتوانه وارد کنه، ابزار پزشکی نتوانه وارد کنه، امکانات غذایی نتوانه وارد کنه، حالا ما الحمدلله گریم خودمون رو از آب میکشیم بیرون و کشیدیم، اما بعضی از کشورها هستن نمیتوانن این کار رو بکنن.
این واقعا جنایت بزرگی است و این جنایت از دولتی مثل آمریکا برمیاد که در یک روز 220 هزار نفر رو میتونه به قتل برسانه. این جنایت رو بعضی از قدرت‌ها از جمله آمریکا کردن. اینو بدونید، تحریم و محاصره اقتصادی قطعاً یک جنایت بزرگه. این حالا مطلب اول. با این وجود تحریم برای کشور ما که این جنایت نسبت به کشور ما انجام گرفت یک منافعی هم داشت که توانست این تهدید رو در واقع به فرصت تبدیل کن. یعنی جوانهای ما، جوانهای پرتلاش ما همت کردن در بعضی از بخشهایی که کاملا کالاها وابسته به خارج بود کشور رو از خارج بی نیاز کردن، یعنی در داخل تولید کردن، تولیدات داخلی. این باز غیر از مسئله جهش تولیده، این ایجاد فناوری در داخل کشور است. این در واقع اقدام به یک کار نو در داخل کشور است که گزارش ها رو گاهی در تلویزیون مشاهده می کنید که میگن ما این کار کردیم، محصولی درست می کنن که انسان رو، یعنی کشور رو، از خارج بی نیاز می کنن و محصول اونها از نوع خارجیش هم مرغوبتره هم ارزانتره و بعدم ساخته دست بچه های خود ماست، انسان با رغبت تمام اون رو میتوانه مصرف کنه و این وابستگی رو در بخش های قطع کردن. این برای ما یک درس شد، اینی که الان در بعضی از برنامه های تلویزیون مشاهده میکنید، میاد یه جوانی میگه من این کار، ما این کار کردیم، من یا ما چند نفر این کار کردیم، این اقدام کردیم، این واقعا برای ما یه درسی شد. ما در مقابله با تحریم دو راه میتوانیم بریم. یکی این که بریم سراغ تحریم کننده و از او خواهش کنیم، بگیم آه شما ما رو تحریم کردید، ما خواهش میکنیم که حالا مثلا شما این تحریم رو کم کنید یا بردارید. اونم بگه خیلی خوب، حرفی ندارم، این کارها رو انجام بدید، یه چند تا خواسته استکباری روی میز بگذاره، بگه این کارها رو انجام بدید، من یه مقدار از تحریم رو کم میکنم. این یک راهه که در واقع راه ذلت، راه انحطاط، راه عقب موندگی است. یک راه دیگر هم این است که نه، نیروی داخلی خودمون رو فعال کنیم، ما توانایی های خوبی داریم، این نیروها رو فعال کنیم و کالای تحریمی رو در داخل تولید کنیم. اون طرف مقابل وقتی دید در داخل داره این کالا تولید میشه خودش به دست پا میفته، یعنی او کارش کاری میکند که دستگاه خونچو خود اونا سود میبرن از این تجارت کالا، از بازارهای کشورها یک سود عمده دولت‌ها اینه. لذاست که خود این موجب می‌شود که تحریم یا برداشته بشه یا لغو بشه یا بی اثر بشه به هرچه. بنابراین ملت ما این راه دوم رو انتخاب کرده، یعنی واقعا اینجوره، من می‌بینم ملت عزیز ما این راه دوم رو انتخاب کرده و موفقیت‌های بزرگی هم به دست آورده که آخریش همین موفقیت‌های مربوط به مسئله کروناست. ما اولی که کرونا آمد اگر یادتون باشه حتی ماسک نداشتیم، ماسک امکاناتمون برای اینکه ماسک بزنن مردم در اختیار کشور نبود به قدر کافی، یا این ماده های ضد عفونی کننده در اختیار نبود. در داخل تلاش کردن از لحاظ ماسک خودکفا شدیم، دیگران ماسک رو اون مال مربوط به اسفند سال گذشته و فروردین سال گذشته است، اسفند اسبق سال 98 و فروردین سال 99. ماسک رو اروپایی ها، یک کشور اروپایی از چین خریده بود، یک کشور اروپایی دیگه آمد سر راه گرفت و دزدید و برداشت برد. یعنی مسئله ماسک در دنیا اینجوری بود. ما خودمون، جوانهای ما، مردم ما تو خانه ها، توی مسجد ها ماسک رو تولید کردند. یعنی این واقعا مظهر کامل قطع وابستگی به خارج بود. یا مواد تولید کننده رو، و همطور پیش رفتیم تا رسیدیم به واکسن. امروز تولید واکسن از راه های مختلف در چند طریق الان داره واکسن به حمدالله
در طریق تولید و آزمایش و به فعلیت رسیدن هست، این رو الان در چند طریق، این مایه آبرو برای کشور شده. یعنی تحلیلگرای خارجی بعضی که با انصاف هستن تحسین میکنن کشور ما رو. این راه رو ملت ایران امتحان کردن و انشالله همین راه رو دنبال خواهند رفت. هزاران جوان در شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان، شرکت‌های فعال تولیدی در حال تولید کالاهای تحریمی هستند که هم کیفیتش بهتره، هم تیکی گفتیم ارزان‌تره. در دانش‌های دیگه هم همینجور. یعنی واقعا ما در زمینه استعداد جوان‌ها هر چی بگیم زیادی نیست و کم گفتیم. در زمینه دانش‌های نوپدید، مثلا دانش نانو، ما امروز در دنیا جزو کشورهای درجه بالا در مسئله فناوری نانو و تولید نانویی هستیم و از لحاظ مقالات علمی، مقالات مرجع که مراکز علمی جهانی میگن در ظرف این 20 سال گذشته که از اول مثلا فرض اوایل، چون دانش نوپدید است نانو، میگن در مثلا سال 2001 ایران مثلا 10 مقاله در باب نانو داشت، در سال 2020 12,000 مقاله. یعنی ما در ظرف 20 سال از 10 مقاله علمی در باب نانو رسیدیم به 12,000 مقاله علمی. یه چنین کارهایی به حمدالله در کشور داره انجام میگیره. اینها مهمه در بخشای دفاعی هم که میبینید، بخشای دفاعی هم که روز به روز الحمدالله پیشرفت کشور برجسته تر و درخشان تر و از نظر بعضی حیرت انگیزتر داره میشه و که این ظریف، این تولیدات دفاعی کشور ظریف امنیت خارجی کشور رو بالا میبره. این خیلی مهمه برای کشور، یعنی خصون و رعیه در واقع اینها حصن و حصاری هستند برای امنیت کشور. بنابراین تهدید تحریم را که یک تهدید واقعی، یک جنایت حقیقی است، میتوان تبدیل کرد به فرصت به این شکل که به ظرفیت های داخلی و نیروهای داخلی خودمون تکیه بکنیم. نکته آخر در باب مسائل اقتصادی این است که مسئولان عزیز کشورمون، چه مسئولانی که الان سر کار هستند چه اونایی که بعدم خواهند آمد، اینا ما توصیه مؤکدمون اینه که مسئله اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گره نزنن. حالا در این تبلیغات انتخاباتی هم بحث اقتصادی مطرح خواهد شد. اقتصاد کشور رو معطل و پا در هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد رو، اقتصاد کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و میشود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این دو سه سال، سه چهار سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه میداره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است. این راجع به مسائل مربوط به اقتصاد. و شعار امسال که انشالله همه باید تلاش کنن مسئله رفع موانع را و پشتیبانی ها رو تحقق ببخشن. اما راجع به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که در خرداد در پیش داریم، یعنی تا دو ماه و نیم نزدیک سه ماه دیگه این کار پیش میاد و این بسیار بسیار مهمه،
من چند مطلب رو بایستی عرض بکنم. مطلب اول، اهمیت انتخابات. انتخابات در کشور خیلی دارای اهمیت، هم از جنبه داخلی هم از جنبه وجهه خارجی. از جنبه داخلی، انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور. وقتی انتخابات انجام میگیره یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان میشن، وارد کار میشن و دستگاه اجرای کشور یک نوسازی درش به وجود میاد که این خیلی چیز مهمی است. یه نفس تازه‌ای که انهو به دستگاه اجرایی داده خواهد شد. خب دستگاه اجرایی کارش خیلی سنگینه که این بعدم اشاره میکنم انشاءالله به این، و این یه نفس جدیدی به دستگاه اجرایی داده خواهد شد. بنابراین یک مجموعه تازه نفس پر انگیزه و وارد کار میشن، این برای کشور خیلی چیز مبارک و خوبی است. از جهت وجهه خارجی هم انتخابات و حضور مردم و مشارکت مردم نشان دهنده اقتدار ملی است. چون اینو همه باید بدانیم و اذعان کنیم، بله امکانات دفاعی و قدرت‌های دیپلماسی و امثال اینها به کشور اقتدار میده، در این شکی نیست، اما بیش از همه اینها مردم یک کشورن، ملتند که اقتدار میدن. وقتی همه احساس کنن در دنیا، دشمن دوست، احساس کنن که این ملت هوشیار است، بیدار است، سرپاست، عازم است، پر انگیزه است، این یک اقتدار، یک هیبتی این کشور در چشم همه پیدا میکنه، چه دوست و چه دشمن. بنابراین حضور مردم موجب اقتدار کشور خواهد شد و این در انتخابات مظهر حضور مردم، اجتماعات انقلابی مظهر حضور مردم، از همه مهمتر البته انتخابات. خب بنده قبلا مکرر راجع به ایران قوی صحبت کردم، یعنی ما باید تلاش کنیم کشور رو قوی کنیم. کسی که کشوری، ملتی که خب میبینه دشمنی های دشمنان و زیاد خواهان و مستکبران رو، راه کارش، علاجش این است که خودش رو قوی کنه. این قوت کشور و ایران قوی یک شعار عمومی است، اینو همه قبول دارن. اونی که بنده هم قبول نداره شعار ایران قوی رو قبول داره. مسلماً ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری خور هست. ایران قوی، ایران عزیز، دارای عزت. خب حالا این قوت رو کی به ایران میبخشه؟ همونطور که عرض کردیم ملت، ملت هستن که این قوت رو به کشور میبخشند و حضور ملت هم مشارکتشون، اصل مشارکتشون، اندازه مشارکتشون مسلما در این قوت ملی تأثیر داره. و من این رو هم عرض بکنم، این دیگه اینا اطلاعات ماست، ملت عزیزم بدانن، دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی کشورهایی از همه بدتر، کشور آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی، دستگاه‌های اطلاعاتیشون و سرویس‌های اطلاعاتیشون از چندی پیش، نه حالا، از امروز دارن تلاش می‌کنن که انتخابات آخر خرداد رو بی‌رونق کنن. دارن تلاش می‌کنن یا برگزار کنندگان رو متهم می‌کنن انتخابات مهندسی شده، چه شده. این در واقع برگزار کنندگان انتخابات رو دارن متهم میکنن، یا شورای محترم نگهبان رو متهم میکنن، یا مردم رو دلسرد میکنن. رأی شما اثری نداره، در بهبود اوضاع تأثیری نمیگذاره، چرا بی خودی خودتون خسته میکنید؟ از این کارا دارن میکنن با شدت تمام و از فضای مجازی هم حد اکثر استفاده رو دارن میکنن. خب متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا، که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن، ما
ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره، این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد، از این امکان مردم استفاده کنن. برای مردم وسیله آزادی است بلا شک، خیلی هم خوبه، اما نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت که بتوانه علیه کشور و علیه ملت توطئه کنه. دارن استفاده میکنن از این فضا برای اینکه همین هدفشون هم همینه که با شیوه های روانی مشارکت مردم رو در انتخابات کاهش بدن. و امیدوارم که انشالله مردم پاسخ رد به اینها بدن و کاری کنن که دشمن رو ناامید کنن و این مهم دور نمونه. این یه مطلب اول که اهمیت انتخابات. مطلب دوم اهمیت مسئله ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. اینی که حالا بعضیا میگن رئیس جمهور اختیار، چند ساله که از این حرفا گاهی کنار گوشه زده میشه، رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست، رئیس جمهور 12% 15% چجوری هم محاسبه میکنن من نمیدونم اختیارات داره. اینا همش خلاف واقعه، یا از روی بیمسئولیتی گفته میشه، یا از روی بی اطلاعی گفته میشه، یا خدای نکرده غرض‌ورزی در کار هست. اینجوری نیست. رئیس جمهور یکی از پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین دستگاه هاست، یعنی یکی از، نمیشه گفت از همه مدیریت های کشور رئیس جمهور پرمشغله تر و پر مسئولیت تر این هاست. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره، یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجری است یه چیزی بیش از صفرن، یک اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجری است، همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس جمهوره، همه بودجه، چون معاون برنامه و بودجه، معاون رئیس برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهوره و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوریه. امکانات حکومتی کشور اغلب، اونم همینطور اکثر، در اختیار رئیس جمهوره. بنابراین مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است. شما بخواید حالا رئیس جمهور انتخاب بکنید و ببینید که چه مسئولیتی بر عهده من و شماست که باید بریم رأی بدیم. البته رأی بنده با رأی یک پسر 16-17 ساله یک اندازه وزن داره، هیچ کم و زیاد نیست. ما میخواییم بریم رأی بدیم یا رئیس جمهور انتخاب بکنیم، توجه کنیم به اینکه چه مسئولیتی بر دوش رئیس جمهور. این هم یه نکته. نکته سوم، مطلبی رو میخوام به داوطلبان عرض بکنم. اون کسانی که داوطلب ریاست جمهوری میشن، راه شروع شده دیگه. الان مدتیست که افراد پی در پی اعلام میکنن که میخوان شرکت کنن. میخوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو میخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو میخواهید بر دوش بگیرید. اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندانید. اولا مشکلات و مسائل اصلی کشور رو بشناسید. کشور یکی دوتا که نیست، مسائل کشور یکی دوتا که نیست، صدها مسئله هست که از این صدها مسئله اقلن دهها مسئلهش جز مسائل اساسی و مهم کشور. اینا رو بدونید، بدونید که مشکل کشور کجاست و مسائل کشور چیست. برای حل اون مسائل هم یک برنامه ای راه حلی داشته باشید، ولو اجمالی، نمیگه ولو تفصیلی، ولو به نحوه اجمال یک راه حلی برای اون
داشته باشیم. مسئله اقتصاد رو بشناسیم. اقتصاد مهمه. خود مسئله اقتصاد کارهای مهمی درش هست. رشد تولید ملی، رشد سرمایه گذاری ملی، تقویت پول ملی، مسئله تورم و امثال اینا در ذیل عنوان اقتصاده. بعد مسئله امنیت کشور مسئله بسیار مهمی است. موضوع آسیب‌های اجتماعی که یکی از اون مسائل مهم کشور مسئله آسیب‌های اجتماعی است. روبرو شدن با سیاست‌های پیچیده دنیا، می‌خواید با این سیاست‌ها شما مواجه بشید، مسئله سیاست خارجی، مسئله بسیار مهم فرهنگ، اینا رو باید شما بدونید که در کشور چه خبر هست و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیره. اینا رو بدونید. اگر ببینید میتونید این بار سنگین و مهم را به دوش بگیرید، بسم الله وارد بشید. اگر دیدید نه، وارد نشید، که اون وقت در روایت دارد که کسی که یک کاری رو نمیتوانه و وارد اون کار میشه، وعده خیلی بدی بود دادن، که من حالا دیگه اون وعده رو عرض نمی کنم. خب پس بنابراین این هم یک نکته که مربوط به داوطلبان بود. یک نکته دیگر خطاب به آحاد مردمه، که خصوصیات یک رئیس جمهوری رو که به نظر میرسه باید رئیس جمهور مطلوب دارای این خصوصیات باشه. اینا رو من میگم، شما نگاه کنید ببینید واقعا همینجور هست یا نه. یعنی این نظر شخص من نیست. به نظر میرسه هر کسی که به دنبال سعادت کشور هست یه چنین رئیس جمهوری میخواد. اولا با کفایت باشه، دارای مدیریت و کفایت مدیریت باشه. ثانیا با ایمان باشه. اگر بی ایمان بود نمیشه بهش اعتماد کرد. آدم بی ایمان کشور رو، منافع کشور رو، مردم رو وقتی میفروشه. پس با ایمان باشه. بعد عدالت خواه باشه، ضد فساد باشه. این یکی از مهمترین خصوصیاتی است که باعث در رئیس جمهور وجود داشته باشه، که به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشه و با فساد بخواد مبارزه کنه به معنای حقیقی کلمه. دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشه، یعنی با عملکرد اتو کشیده و اینها نمیشه کار کرد. برای یک کشوری با این همه مسائل اساسی که در کشور وجود داره یه حرکت جهادی و انقلابی لازمه، بایستی عملکردش اینجوری باشه. به توانمندی‌های داخل معتقد باشه. بعضی هستن داخل رو اصلا قبول ندارن، میگن در داخل فقط همون حرف قدیمی لولهنگ، که فقط لولهنگ رو میتونن، نمیدونن که در داخل چه خبر هست. من یه وقتی یکی از آقایون یه چیزی راجع به مسئله دفاعی گفته بود، گفتم یه تور دفاعی بذارید آقایون بیان یه خورده بچرخن ببینن چه خبر از لحاظ دفاعی در کشور. توانمندی های کشور رو واقعا مطمئن باشن، معتقد باشن به توانمندی ها و به جوانان معتقد باشن. جوانها رو قبول داشت، جوانها رو به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور بشناسن و به اونها اعتماد کنن. بنده خب از سابق و جوان ها مرتبط بودم و سال هاست که به اینا در مسائل گوناگون اعتماد میکنم. واقعا هر جایی که جوان ها وارد میشن، من نمیخوام حالا عناوین و اینها رو اسم بیارم، واقعا اینجوریست، گره های سخت رو باز میکنن و مشکل گشایی میکنن. خود این رئیس جمهور به جوان ها معتقد باشه، مردمی باشه، امیدوار باشه، آدم مایوس و بدبین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشه. این اگر چنانچه یه چنین کسی باشه که بتوانه مشکلات رو مدیریت کنه و بیاد سر کار، مطمئنن این کشور رو به نقطه مطلوب خواهد رسوند. یک رئیس جمهوری با این خصوصیات رو پیدا کنید. البته پیدا کردنش برای همه آحاد مردم آسان نیست. خب میتوانن به کسانی مراجعه کنن، از اونا سوال کنن. به هر حال سعی کنن یه چنین خصوصیاتی رو در نامزد ریاست جمهوری پیدا کنن و
امید از خدا بخواهیم که انشالله ملت ایران رو کمک کنه، هدایت کنه خودش، که بتوانن چنین شخصی رو با این خصوصیات بیابن و اون رو انتخاب کنن. در باب انتخابات آخرین مطلب این است که ملت عزیزمون انتخابات رو نماد وحدت ملی قرار بدن، نماد دو دستگی، نماد تفرقه قرار ندن، نماد دو قطبیگری قرار ندن. این تقسیم‌های غلط چپ و راست و همسال اینها رو بذارن کنار. اونی که مهم است آینده کشوره، اونی که مهم آینده نسل ماست، اونی که مهمه نظام با عزت اسلامی در کشوره، اینها مهمه. اینها رو باید در نظر بگیرن و به معنای واقعی کلمه در کنار هم باشن. مالبوده سلیقه ها مختلف، اختلاف سلیقه هست، اختلاف بینش سیاسی هست، اختلاف قومیت ها هست، اختلاف مذاهب هست، اینا هیچ اشکالی نداره، هم قبلا بوده هم حالا هست هم بعدها خواهد بود، اینا اشکالی نداره. اینا باید وحدت ملی رو به هم نزنه، یعنی ملت رو، آحاد ملت رو در مقابل هم قرار نده، کشور رو دو قطبی نکنه. خب این هم راجع به انتخابات. آخرین مطلب مسائل مربوط به برجام و مسائل منطقه است. یه جملاتی هم در این زمینه عرض میکنه. مطلب اول اینکه فشار حد اکثری آمریکا شکست خورد. اون احمق قبلی این سیاست فشار حد اکثری رو برای این طراحی کرده بود و اجرا کرده بود که ایران رو در موضع ضعف قرار بده، بعد ایران به خاطر ضعیف بودن مجبور بشه، ناچار بشه بیاد پای میز مذاکره، اونم خواسته های خودش رو تحمیل کنه، هر چی میخواد، خواسته های مستکبرانه رو بر ایران ضعیف تحمیل کنه. هدفش این بود. خب او گم و گور شد و رفت، اونم با اون افتضاح. رفتنش هم رفتن با عافیت نبود، رفتن با افتضاح بود و هم خودش مفتضح شد، هم کشورش رو مفتضح کرد، آمریکا رو مفتضح کرد. و به حمدالله جمهوری اسلامی با قدرت و اقتدار ایستاده و به عزت الهی این کشور و این ملت عزیز. بنابراین بدانند که فشار حد اکثریش تا الان شکست خورده. بعد از این هم اگر چنانچه این دولت جدید آمریکا بخوان فشار حد اکثری رو چکنه، اینا هم شکست میکنه، اینا هم گم و گور میشن میرن و ایران اسلامی با قدرت، با عزت هرچی بیشتر خواهد موند. این توصیه هایی هم که ما عرض کردیم موجب میشه که انشاءالله روز به روز ایران قوی تر و اینا. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه سیاست کشور در باب تعامل با طرف های برجامی و در باب خود برجام صریحا اعلام شده. از این سیاست هیچ تخطی نباید کرد. این سیاستی است که اعلام شده، مورد اتفاق هم بوده. یعنی اینجور نیستش که این سیاست سیاست استثنایی باشه در بین سیاست، نه، این سیاستی است که مورد اتفاق همه بوده. اون سیاست هم عبارت اینه که آمریکایی ها باید تحریم ها رو لغو کنن، تمام تحریم ها رو باید لغو کنن، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد، اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده اون وقت ما به تعهدات برجامیمون برمیگرد، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت. این سیاست قطعی است. قول آمریکایی ها رو معتبر نمیدونیم. قول آمریکایی ها رو معتبر نمیدونیم. که بگن ما برمیداریم و رو کاغذ بردارن، این فایده نداره. عمل لازم است. باید در عمل تحریم ها رو بردارن. ما هم راستی آزمایی کنیم، مطمئن باشیم که برداشته شده تحریم ها، اون وقت ما به تعهداتمون عمل میکنیم. حالا بعضی از آمریکایی ها رو همون قرارداد برجام هم حرف دارن. شنیدم بعضی ها میگن که از آمریکایی ها که شرایط امروز از سال 94 و 95 که برجام امضا شد امروز شرایط فرق کرد، تغییر کرده شرایط، پس باید برجام هم تغییر پیدا کنه. بنده قبول دارم، بله، شرایط امروز
با سال 94 و 95 تغییر کرده، منتها تغییر به نفع آمریکا نکرده، به نفع ما کرده. تغییر کرده شرایط به نفع ایران، نه به نفع شما. ایران از 94 تا امروز خیلی قوی تر شده، توانسته به خودش متکی باشه و اعتماد به نفس پیدا کرده. شما از 94 تا حالا بی آبرو شدید. یه دولتی سر کار آمد در آمریکا که با حرفش، با عملش، با رفتارش و بعدم با کنارگیریش کشور شما رو مبتذل کرد. مشکلات اقتصادی تمام مجموعه کشور شما رو فرا گرفت. یعنی اینجور نیستش که، بله شرایط عوض شده به ضرر شما. اگر چنانچه بناس برجام تغییر پیدا کنه، باید تغییر به نفع ایران پیدا کنه، نه اینها. ما تحریم ها رو بی اثر کردیم به حمدالله. شرکت های دانش بنیان فراوان، حرکت عظیم جوانان، ابتکارهای گوناگون در این زمینه، انشالله همین راه را هم ادامه خواهیم داد. اما شما روز به روز گرفتارتر شدید، تا امروز هم گرفتارید. امروز هم معلوم نیست سرنوشت این رئیس جمهور چجوری خواهد شد. خب ما ضمناً این را هم بگیم، ما در این مطلبی که به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم عجله هم اصلا نداریم. حالا بعضی ها میگن آقا فرصت هست، فرصت سوزی نباید کرد. بله، ما معتقدیم که از فرصت ها باید به موقع استفاده کرد و فرصت سوزی نباید کرد، منتها عجله هم نباید کرد. عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت سوزی بیشتره، کمان که در قضیه برجام ما عجله کردیم، ما نباید عجله میکردیم. اون کارهای اونا همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود. ما عجله کردیم، کارهای خودمون رو انجام دادیم، اونا هم کارشون رو انجام ندادن، تعهداتشون رو انجام ندادن. البته این مسئله بسیار مهمی است که ما توجه داشته باشیم که ما صبرمون، حوصلمون زیاده، ما داریم کار خودمون رو میکنیم. اگر چنانچه اونها همین سیاستی رو که ما گفتیم قبول کردن، اعمال کردن، خب همه چی درست خواهد شد. نکردن، به همین شکلی که امروز هست بعدم خواهد بود، اشکالی هم نداره. اینی هم که ما میگیم که مثلا فرض بفرمایید که اول اونا تحریم، یه عده‌ای در شنفتم از این سیاسیون دنیا و اینها میگن آقا این اول من اول تو دیگه چه فرقی میکنه. حالا شما میگید اول آمریکا، آمریکا میگه اول شما. بحث اول من اول تو نیست، بحث این است که ما به آمریکایی‌ها اطمینان کردیم زمان اوباما و کارهایی که باید انجام میدادیم بر اساس برجام انجام دادیم، اونا تعهد خودشون رو انجام ندادن. یعنی رو کاغذ گفتن که تحریم‌ها برداشته است، منتها عواملشون، هر شرکتی که خواست با ما قرارداد منعقد بکنه بهش گفتن آقا این خطر داره ها، این ریسک داره، معلوم نیست چه خواهد شد. یعنی طرف سرمایه گذار رو ترسوندن، اینجوری اینا عمل کردن. اینا بحث، ما به کار اینا اعتماد نداریم، تعهد اینا برای ما ارزشی نداره. بنابراین البته آمریکایی‌ها اشتباه کردن در برخورد با ما. در کل مسائل منطقه هم متاسفانه آمریکایی‌ها دچار اشتباهن، الان هم دارن اشتباه میکنن. این حمایت ظالمانه‌ای که از رژیم صهیونیستی میکنن این اشتباهه. حضور غاصبانه‌ای که در سوریه پیدا کردن، در شرق فرات اونجا حضور مفصلی پیدا کردن، این قطعا اشتباهه. و همراهی کردن با دولت سعودی در کوبیدن مردم یمن، مردم مظلوم یمن، این قطعا اشتباهه. و سیاست‌هایشون درباره فلسطین سیاست‌های غلطی است، سیاست‌های اشتباهی است. مسئله فلسطین در دنیای اسلام هرگز فراموش نخواهد شد. اینا دل خوش کردن به این که 4 تا دولت حقیر با اینها ارتباطات، با رژیم صهیونیستی ارتباطات برقرار کنن و عادی سازی کنن روابط رو. اینا که تأثیری ندارن، این 2-3 تا دولت های اونچنانی که تأثیری ندارن. امت اسلامی مسئله فلسطین رو فراموش نخواهد کرد، از مسئله فلسطین صرف نظر نخواهد کرد. این رو بدانند آمریکایی‌ها. قضیه یمن هم همینجوره. اینا
تجاوز به یمن در زمان دولت دموکرات قبل از ترامپ آغاز شد. یعنی ترامپ که شروع نکرد جنگ یمن رو، جنگ یمن رو زمان دولت دموکرات اوباما شروع کردن سعودی ها و با چراغ سبز آمریکا بود. آمریکا اجازه داد بهشون و کمکشون کرد، امکانات فراوان نظامی در اختیارشون گذاشت. برای چی؟ برای اینکه مردم بی سلاح بی دفاع یمن رو اونقدر سرشون بمب بریزن که در ظرف 15 روز یک ماه مثلا تسلیمشون کنن. خب اشتباه کردن. الان 6 سال گذشته نتوانستن، مثل همین روزها بود که شروع شد جنگ یمن، حمله به یمن. 6 سال از اون روز گذشته است، اینا نتونستن مردم یمن رو تسلیم کنن. من سوال میکنم از آمریکایی ها، شما اون روزی که به سعودی ها چراغ سبز دادید که وارد جنگ یمن بشن، میدانستید عاقبت گرفتاری اونها چه خواهد بود؟ میدونستید سعودی رو در چه باطلاقی دارید گرفتار میکنید که الان نمیتونه بمانه، نمیتونه برگرده؟ براش مشکل دو جانبه است. برای سعودی الان نمیتونه جنگ رو قطع کنه، نمیتونه ادامه بده، هر دو طرفش براش ضرر داره. شما آمریکایی ها میدونستید دارید سعودی رو تو چه بلایی میندازید؟ اگر میدونستید در این حال کردید، وای به حال متحدینتون که درباره اونها اینجور عمل میکنید. اگر نمیدونستید که پس بازم وای به حال متحدینتون که به شما اطمینان میکنن و برنامه هاشون رو با توافق شما اجرا میکنن و طراحی میکنن که با اوضاع منطقه ناآشنا هستی. بنابراین بدونید که این منطقه رو نمیشناسید، ملت ها رو نمیشناسید و دارید اشتباه میکنید. امیدواریم که خدای متعال همه گمراهان عالم رو از گمراهیشون هدایت کنه و از اشتباهاتشون اونها رو برگردانه و امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ملت ایران رو روز به روز عزیزتر و قدرتمندتر و برخوردارتر از امکانات زندگی قرار بده و اونها رو خوشبخت کنه و سعادتمند کنه، ماده و معناشون رو انشاءالله اصلاح کنه. قلب مقدس ولی عصر انشاءالله از مردم ایران راضی باشد و دعای اون بزرگوار شامل حال همه مردم ما انشاءالله باشه، شامل حال این حقیر باشه. روح مطهر امام بزرگوار از ما راضی باشه، ارواح طیبه شهیدان از ما راضی باشند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.